مکتب پیشوای ملی ایران خدمت به ایران نموده و حتی جان خود را در این راه مقدس فدا نمایم. اگر سلطنت ایران را هم به من پیشنهاد بکنند، من دست از یاری ملت و پیشوای بزرگوار آن بر نخواهم داشت. فاطمی یک روز پس از کودتای نافرجام 25 مرداد 32 در سرمقاله 26 مرداد باختر امروز شاه را سردسته خیانتکاران نامید که کودتای خائنانه 25 مرداد را برای خفه کردن صدای ملت، نابود کردن حکومت ملی و فروش وطن پیریزی کرد. کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی دکتر مصدق. دولت نظامی زاهدی برای پیدا کردن دکتر فاطمی جایزه تعیین کرد. سرانجام در اسفند 1332 چند ماه پس از محاکمه پیشوای نهضت ضد استعماری مردم ایران، دکتر محمد مصدق در بیدادگاه نظامی، دکتر حسین فاطمی به چنگ مزدوران شاه افتاد و سحرگاه 19 آبان 1333 در حالی که از تب 40 درجه میسوخت به تیرک اعدام بسته شد. فاطمی در لحظه شهادت سه بار فریاد زد: زنده باد مصدق، پاینده باد ایران. اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به ملت شده، باید از آن کسی که اول این پیشنهاد را نموده سپاسگزاری گردد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است. من یقین دارم که آینده‌ای روشن و نورانی در برابر ملت ایران است و با استقامت و بردباری و ادامه مبارزه همه زنجیرها خواهد گسست و شام تیره امروزی را به پایان می‌رساند.